به نام خدا، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC وان. در خدمت شما هستیم با یکی از آموزش های PLC کینکو. خب الگوریتمی که اینجا براتون در نظر گرفتیم موتور دالاندر هستش که همطور که میدونید موتور دو سرعته هستش که توی شکل اومده با سه تا کانتاکتور K1، K3 و K4 اومده اونو نشون داده. خب ما میخواییم این موتور رو با دو تا سرعت بیاییم و اونو استارت کنیم و سرعتش رو کنترل کنیم. فرقش با حالت چپگر ستاره مثلث اینه که شما وقتی که ستاره فعال میکنین، اولا که یه کانتاکتور همیشه توی مداره، ولی اینجا نه، اینجا لحظه که سرعتتون پایینه K1 توی مداره، زمانی که سرعتتون بالا یا فست هستش K3 و K4 توی مدار هست، دیگه K1 توی مدار نیست. و نکته بعدی اینه که اونجا تایمر بود، ولی اینجا شما باید شستی فست رو بزنید که با سرعت بیشتر شروع کنه به چرخش. حالت سویچ کردن بین سرعت ها وجود داره، یعنی شما میتونید از حالت سرعت سریع برین روی حالت کند یا از حالت کند برین روی حالت سریع. خب میریم توی نرم افزار و شروع میکنیم به نوشتن برنامه. قبلش مثل همه برنامه ها ابتدا کار سمبول نویسی رو انجام میدیم. من برای اینکه K1 تا K4 اشتباه نشه، تو برنامه اشتباه نکنم، برای QA میام از همون Q01 استفاده میکنم که برای من مخفف نشان دهنده K1 باشه. خب اینجا دیگه میگم Q0 رو اینو میذارم 3 که اینجا K3 مشخص بکنم، اینجا میگم Q0 و 4 که با K4 مشخص بکنم. توی ورودی هم ما یه IS0 داریم که اسمشو میذارم S0 یا S0 stop، بعد میذارم IS0 1 اسمشو میذارم S1 slow و میگم IS02 S2 fast. خب این ورود خروجی های برنامه من هست. خب میرم توی قسمت مین و شروع میکنم نوشتن برنامه. میگم خب IS01 رو من slow رو که زدم K1 باید بیاد توی مدار، پس set کن Q0 و 1. همین حالت رو برای حالت فست هم داریم. خب میام میگم که S2 یعنی IS02 بیاد ست کنه اون دوتا کای بعدی رو، یعنی Q03 که کای 3 هست و Q04 که کای 4 هست. تا اینجا درست؟ ولی خب یه جای برنامه مشکل داره. مشکلش هم اینه که ما وقتی که میریم روی حالت سریع باید حالت کند رو ریست کرده باشیم، وگرنه که نمیتونیم بریم روی این حالت. پس میام اینجا چیکار میکنیم؟ اینو من میام کپی میگیرم در این قسمت پیستش میکنم و اینم میام میندازم زیر این، یعنی اول بیاد اینو ریست بکنه K1 رو. ببینید اول اومدیم K1 رو ریست کردیم، بعد اومدیم K3 و K4 رو ست کردیم. همین حالت برای بالا هم باید اتفاق بیفته، چون ما گفتیم که از حالت سریع هم میتونیم بریم رو حالت کند. پس قبل از اینکه K1 بخواد اینجا فعال بشه K3 و K4 باید غیر فعال بشه. پس من اینجا باید بیام و به این صورت دو تا اوت در نظر بگیرم که هر دوتا هم ریست میشه. اولی میشه K3، دومی میشه K4، یعنی کانتاکتورهای حالت سری اول ریست بشن، بعد شما بیا حالت K1 رو برای من ست کن. اگر در ابتدای کار باشه که خب این ریست میشه بی‌معنی دیگه، دیگه نیازی به ریست کردن نیست، این اتفاق نمیفته، فقط اسلو رو که بزنیم میاد K1 رو میاد توی مدار. ولی اگر رو حالت تند اگر باشه، اینطور نیست که اینجا لاک داشته باشه یا قفل داشته باشه که ما نتونیم بیایم حالت از حالت تون نتونیم بیایم رو حالت سری، همون چیزی که توی حالت ستاره مثلثش.
اینجا گفته که شما بس اینجا لازم نیست حفاظت بذاری، میتونی بیای رو حالت کند یا آهسته، به شرطی که از حالت سریع میخوای بیای حالت آهسته، اول کنتاکتورای حالت سریع رو غیر فعال بکنی، بعد کنتاکتور حالت آهسته رو فعال بکنی. به طب مثل برنامه های قبلی آی 0 و 0 هم هر سه تا کنتاکتور رو باز ریست کنیم. اینجا میایم ریست میکنیم کیو 0 رو 1، این هم میشه کیو 0 رو 3، و البته میتونیم اینجور کاچار هم بنویسیم. اینا رو هم به این صورت ریست میکنیم. ببینید که برنامه خیلی راحت نوشته شد. خب من برنامه رو دانلود میکنم به این صورت. خب حالا میرم روی حالت سیمولیشن. قبل از اینکه بخوام سیمولیشن رو اجرا بکنم، همین الان متوجه شدم که یک جای برنامه مشکل داره، و اونم اینه که توی لحظه ببینیم الان اگر اسلو رو بزنم، آهسته رو بزنم، کنتاکتورش میاد توی مدار. سری رو بزنم، اینجوری کنتاکتورش کاسه و کاچار میاد توی مدار. استوپ هم بزنم، ببینید هر لحظه که من استوپ هم بزنم به این صورت از مدار خارج. اینجا درسته. مشکلی که الان اینجا برنامه هست، ما گفتیم که از S1 به S2 میتونید شما سویچ کنید، یعنی اگر رو حالت آهسته باشه، یعنی این حالت اگر S1 فعال باشه، شما میتونی بری رو حالت سری به این صورت، و از حالت سری هم میتونی بری رو حالت آهسته، ولی نگفتیم در ابتدای کار که میتونی روی حالت سری هم بری. الان ببینید اینجا برنامه طوری نوشته شده که من همون اول اگر S2 رو بزنم حالت سری یا تند میاد توی مدار، در صورتی که این ضعف برنامه هست، من نمیخوام این طور باشه. پس میام چیکار میکنم؟ میام یه تغییر کوچیکی توی برنامه میدم. اینجا میام میگم که شما در صورتی میتونی حالت سری رو بیاری توی مدار که قبلش کایک توی مدار باشه. کایک اگر توی مدار بود شما بیا و حالت سری رو استارت کن. پس برای حالت آهسته چون اول کار هست هیچ پیش‌فرضی نذاشتیم، ولی برای حالت تند اومدیم پیش‌فرض فعال بودن حالت آهسته رو گذاشتیم. این یعنی چی؟ یعنی که در لحظه اول من اگر S2 رو بزنم کاسه و کاچار توی مدار نمیاد. چرا؟ چون به ما میگه که اول شما باید کایک رو فعال بکنید، یعنی قبلش رو حالت آهسته رفته باشی، حالا اگر خواستی میتونی بری رو حالت تون. حالا دیگه سویچش امکان پذیره دیگه، شما میتونی این حالت سویچ رو به این صورت انجام بدی، ولی دیگه استوب که بزنی اون لحظه اول نمیتونی S2 باعث بشه که کاسه و کاچار بیاد توی مدار. چرا؟ چون کایک هنوز فعال نشده. پس این حفاظت رو اینجا برای حالت تند یا سری به این صورت در نظر میگیریم که برنامه به صورت کامل قابل اجرا باشه.